سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز توی این ویدیو قراره یه موضوعی رو با هم بررسی کنیم به اسم ریگیری. ببینید، شما فرض کنید یه شمشی دارید، طلا یا نقره فرقی نمی‌کنه. عیارشو نمی‌دونید. بعد چیکار کنید؟ بشید قصه بخورید؟ قطعاً نه. یه آزمایشی هست به اسم آزمایش ریگیری. که وقتی که عیار یه شمشی رو نمی‌دونید اون کارو انجام میدید. ما چیکار می‌کنیم؟ تیپ 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 پا می‌شیم میریم آزمایشگاه ریگیری پیش ریگیر. ریگیر توی اولین کار میاد یه نمونه از شمش ما برمی‌داره. با انبار مخصوص که الان تو تصویرم دارین مشاهده می‌کنید به اسم انبار مفتول برام شناخته میشه. یه دیگه نمونه از شمش ما برمی‌داره و روی اون آزمایش انجام میده. حالا چیکار می‌کنه؟ میاد نمونه ما رو با همین دستگاهی که تو تصویر مشاهده می‌کنید به اسم نورد، اینو نورد می‌کنه و انقدر نازک می‌کنه که بشه مثل کاغذ. بعد نمونه ما رو با یه ترازو خیلی دقیق اندازه‌گیری می‌کنه. با ترازویی که 4 تا صفر زیر 1 گرم رو هم اندازه‌گیری می‌کنه. این ترازو انقدر دقیقه که مجبورن دورش این محافظ مثل تصویر بکشن. چرا؟ چون باد و نفس کشیدن هم میتونه روی عددی که به شما نشون میده تاثیر بذاره. حالا ریگیر عددی رو که از ترازو میگیره رو روی کاغذ یادداشت میکنه واسه بعد. بعد نمونه ما رو میندازه داخل محلول اسید نیتریک خیلی رقیق. چرا میگم رقیق؟ چون خود اسید نیتریک میتونه تو حالت عادی نقره رو حل بکنه، ولی وقتی رقیقش میکنن نقره رو دیگه حل نمیکنه، فقط فلزای دیگه که داخلش باشه رو حل میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ نقره هر ناخالصی دیگه‌ای که داشته باشه داخل اسید نیتریک حل میشه. ولی به غیر از طلا و پلاتین میتونید داخل نقرتون طلا یا پلاتین بذارید، عیارش بره بالاتر، بعد بیان بفروشین به من. حالا بعد چند دقیقه هر فلزی که داخل نقره بوده توی اسید نیتریک حل شده و نمونه ما مثل تقریبا یک تور داخل محلول اسید نیتریک باقی مونده. نمونه رو از اسید در میارن، میشورنش، خشکش میکنن و دوباره با همون ترازوی قبلی وزنش میکنن. حالا از اینجای کار میفته توی سراشیبی. فقط کافی عددی که ترازو به شما میده رو عدد قبلی بذارید داخل یه دونه جدول تناسب و دیگه از اینجا بعدش علم ریاضیه. فقط کافی محاسبه بکنید و عیار نقرتون رو به دست بیارید. این آزمایش مال نقره است، چون مال طلا یه ذره فرق میکنه و خب الان ما اینجا داریم درباره نقره صحبت. تا اینجای کار ریگیر بوده، یعنی ریگیر همه محاسبات رو انجام میده، آزمایش ها رو انجام میده و به عدد نهایی میرسه و میاد عدد رو به شما اعلام میکنه. شمش شما رو از شما میگیره، مهر خودش رو روی شمش ضرب میکنه، مهری که خود اتحادیه واسه ریگیر درست کرده و این یه جوری مجوز آزمایشگاه اونه که ثابت میکنه که این آزمایشگاه روی این شمش آزمایش انجام داده و اطلاعاتش بسته به اعتبار اون آزمایشگاه اعتبار داره. چیکار میکنه؟ وقتی مهرش رو زد، زیر اون مهر میاد عیار نقره رو ضرب میکنه. عیار نقره هر چی که باشه ضرب میکنه. ممکنه که به اصطلاح انگ کردن هم بر بخورید. انگ کردن مال زمانیه که شما عجله دارید و مثلا وقت نداری که 10 دقیقه، نیم ساعت، شاید هم 1 ساعت صبر بکنید تا به نتیجه آزمایش برسید. چی کار میکنی؟ شمش رو میدید به ریگیر، ریگیر نمونهش رو برمیداره، نمونه رو میذاره داخل پاکت و چی کار میکنه؟ آزمایش شما رو به اصطلاح پاکت میکنه. پاکت چجوریه؟ پاکت یه رسیده که سر رسیدش میمونه پیش ریگیر و خود رسید میده به شما. روی اون رسید یه شماره سریال مسلسل وجود داره که اون همون شماره سریال روی سر دقیقاً سر رسید هم وجود داره. حالا میاد آزمایش رو انجام میده و همه اینها رو توی دفتر یا سیستم ثبت میکنه به همراه همون کد مسلسل. حالا چه اتفاقی میفته؟ قبل از همه اینها شمش شما رو برمیداره، مهر خودش روش میزنه و میاد با شماره، همون دقیقاً شماره‌ای که روی رسید شما هست رو زیر شمش ضرب میکنه. حالا این نکته خیلی ریز شاید براتون سوال پیش بیاد. خب اگه من یک سکه قدیمی داشته باشم، اگر یک جواهر قدیمی داشته باشم، بخوام عیارشو بدونم، چیکار باید بکنم؟ میتونم ریگیریش بکنم؟ جواب خیلی واضحه. خیر. چرا؟ چون همونطور که گفتم باید یه نمونه از جواهر یا شمش شما تهیه بشه. اگر انگشتره، اگر سکه قدیمیه، باید یه تیکشو ببرید. خب این یعنی که جواهر شما آسیب می‌بینه، پس نمیشه. شاید یه سوالی واسهتون پیش بیاد. اون نمونه‌ای که از شمش شما جدا می‌کنه چه اتفاقی واسش می‌افته؟ اگه طلا باشه خب قیمتیه. اگه نقره باشه خیلی قیمت نداره، ولی خب قطره قطره جمع میشه. جواب اینه که اونو بهتون پس میده. یه اصطلاحی هست توی نقره بهش میگن گوارسه، به صورت گلوله ذوب شده به شما پس میده. توی طلا بهش میگن فتیله. یه
تیکه کوچولوی طلاه به صورت فیتیله رول شده و کوچیکه که عیارش 24 عیار داخل طلا، توی نقره هم بهش میگن 999 یا 99 که عطاره خالص، اون دیگه نیاز مجوز نداره، اونو قشنگ میتونید اگه طلا باشه برید مغازه بفروشید، نقره هم بشه خیلی ارزش نداره، اونو معمولا خود کسایی که کار میکنن میذارن داخل بوته و اونو با نقرهشون ذوب میکنن و استفاده میکنن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، اگر دوست داشتید لایک بکنید، اگر خوشتون اومد سابسکرایب بکنید، اگه سوال دیگه ای خودتون پیش اومد میتونید کامنت ها ازم بپرسید، حتما بهتون جواب میدم. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.